محمد اسماعیل مطلق، مدیر کل دفتر سلامت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت ایران از وقوع 250,000 سقط جنین در سال خبر داد و افزود حدود 6,000 سقط جنین قانونی در سال انجام می شود. اصغر محمدی فاضل، رئیس دانشگاه محیط زیست، با اشاره به موضوع ریزگرد و گرد و غبار گفت بررسی‌های ما از میکروفوسیل‌های موجود در ریزگرد و گرد و غبار موجود در کشور نشان می‌دهد که این گرد و غبار از منطقه شاخ آفریقا با استفاده از جریان هوا وارد کشورمان شده است. پرتو مهتدی، مترجم و منتقد سینما، شامگاه دوشنبه 7 بهمن ماه در اثر ابتلا به سرطان کبد درگذشت. وی به دلیل سرطان کبد در بیمارستان تهران کلینیک بستری بود، اما 1 بهمن به تشخیص پزشکان از بیمارستان مرخص شد و به آسایشگاه سالمندان فرزانگان شهرک غرب منتقل شد. میکولا آزاروف، نخست وزیر اوکراین، پس از هفته‌ها تظاهرات و سنگربندی خیابانی مخالفان دولتی، استعفای خود را تقدیم رئیس جمهور کرد. آزاروف در توضیح این استعفا بیانیه‌ای منتشر کرده و گفته است به قصد کمک به حفظ وحدت ملی و در یک تصمیم شخصی از مسئولیت خود کناره‌گیری می‌کند.